برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. شبکه لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در آبان ماه 1402 تعداد 740 زمین لرزه را ثبت کردند. این زمین لرزه ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ داده و توسط شبکه های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شدند. همچنین به نقل از دانشگاه تهران، مرکز لرزه‌نگاری کشوری در آبان ماه امسال 9 زمین لرزه در استان تهران ثبت کرده که بزرگترین آن با بزرگای 2.7 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین در رباط کریم بوده است. همزمان با روز جهانی محو خشونت در برابر زنان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفته که خشونت علیه زنان نقض وحشتناک حقوق بشر است. گوترش روز شنبه 4 آذر با نشر پیامی گفته که خشونت علیه زنان یک بحران بهداشت عمومی و یک مانع بزرگ در راه توسعه پایدار است. در همین حال سازمان جهانی بهداشت تخمین می‌زند که از هر 3 زن در جهان 1 زن در طول زندگی خود مورد خشونت قرار می‌گیرد. شورای اتحادیه اروپا هم گفته که 12 تا 15% زنان در قاره سبز هر روز در خانه با خشونت مواجهند. دانشمندان می‌گویند بزرگترین کوه یخ جهان که تقریباً 3 برابر شهر نیویورک است به حرکت در آمده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این کوه یخ پس از 3 دهه با وزن 1 تریلیون تن با کمک بادها و جریان‌های شدید از نوک شمالی قطب جنوب عبور می‌کند. این کوه یخ در سال گذشته در حال حرکت بوده، اما اکنون به نظر می‌رسد که به کمک باد و جریان‌های اقیانوس سرعت آن در حال افزایش است.